دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. درود من به همه ایرانیان گرامی. امیدوارم که برای شما یک هفته‌ای که گذشت هفته‌ای پربار بوده باشد و بنابراین حتما بر این هفته هم پروژه‌ها و یا فعالیت‌های گوناگونی در نظر دارید. همیشه خوبی که به هر حال انسان‌ها دارای هدفی باشه، هدف‌های کوچک، هدف‌های بزرگ، ولی به هر حال طی یک هفته هدف‌های کوچک هست. خواندن یک کتاب، دیدن یک فیلم، دیدار یک گرامی، شرکت در یک عروسی و غیر و غیره، و بنابراین اینها جزو لطف زندگی هستند و به هر حال به ما امید میبخشد و ما رو گرم و محکم نگه میدارد. نکاتی رو که میخواستم امشب با شما در میان بگذارم، همین لحظه البته یک فستیوالی در فرانسه هستش، یا در میشه گفت که جایزه ملی در زمینه تئاتر، در زمینه تئاتر، که این جشنواره ارزم حضور شما که مولیر بزرگ، و این جشنواره تمام پیس های تئاتر و همه بازیگران تئاتر و همه کارگردان تئاتر رو مورد توجه قرار میده و جایزه های گوناگونی رو به این ترتیب اهدا میکنه که به هر حال برخی از ایرانی هم در این شرکت دارن. حالا به هر حال اگر خبری بود به گفته شد، گفتم که به من خبری برسانن، ولی به هر حال کارهای بسیار زیبایی در فرانسه صورت میگیره در زمینه تئاتر، به خاطر اینکه یکی از ستونهای برجسته هنر و ادبیات در فرانسه تئاتر هست، و در ضمن در این به اصطلاح مراسم یا به اصطلاح تشریفات که در لحظه کنونی جریان داره در یک سالن بسیار بسیار بزرگ که حدود بیش از 3000 نفر در شرکت دارند همین لحظه، که این افراد هم همه افراد مربوط به دنیای تئاتر و نیز سینما هستند، و از جمله وزیر هنر، وزیر در واقع فرهنگ نیز در اینجا شرکت داره. خب من در اون لحظه داشتم این رو نگاه میکردم که خبر رسید که باید بیام به وظیفه خودم در اینجا به این طرف برهار این تلویزیون، که کار بسیار بسیار زیبایی هست و من وفادارم به خاطر تمام ابعادی که در این رسانه وجود دارد در راستای تفکر و فرهنگ و آزادی نظر. خب به این ترتیب هستش که نکاتی رو که میخواستم در میان بگذارم، یکی مطلبی هست درباره عرفی‌گرایی و سکولاریسم، به خاطری که برخی از دوستان، برخی از این به اصطلاح اصلاح طلبانی که جدید دارن میان و چهره های خودشون رو نشون میدن، و از جمله مباحثی رو که دیگه واقعا برای ما کهنه شده ولی اونها دارند با بازاریابی جدیدی اینها رو میخوان بفروشند، و از جمله گفتن این که بله خوبه که ما درباره لایسیته و سکولاریسم صحبت نکنیم، بلکه درباره چی این واژه ها رو کنار بگذاریم و به جای آنها عرفی‌گری رو مورد استفاده قرار بدهیم. یعنی زمانی که بحث درباره دولت، دولت آینده، حکومت آینده، قدرت سیاسی آینده هست، و ما پیوسته در برنامه های گوناگون گفتیم که حکومت آینده باید حکومت سکولار و به معنای لاگیک خودش باشد، و بسیاری از بخش‌های گوناگون اپوزیسیون این رو نیز قبول دارند، ولی عملاً کسانی هستند که
چه بسا بگوین ما هم قبول داریم، ولیکن عملا در رفتار و کردار و در آخری تحلیل قبول ندارن. ببینید، یادآوری میکنم عزیزان من، ما میگوییم حکومت یا قدرت سیاسی لایک، یا برخی از دوستان ترجیح میدن واژه سکولار رو به کار ببرن، بسیار خوب، و من میارم در نوشتام سکولار لایک. و این یعنی چی؟ یعنی جدا شدن دین از چی؟ از قدرت سیاسی، جدا شدن دین از آموزش، جدا شدن دین از اقتصاد، جدا شدن دین از سیستم نظامی موجود، جدا شدن دین از سیستم قضایی. خیلی روشن و راحت معناش این چنین است وقتی که میگوییم لایسیته. لایسیته بنابراین جدا میکنه. لایسیته جنگ علیه مذهب ها نیست، جدا میکنه امر دین رو از امر سیاست و حکومت. خب حالا برخی از دوستان میگویند به جای لایسیته سکولاریسم رو به کار ببریم. در نوع فرهنگ آمریکا به هر حال ما میدونیم که نقش گروه های مذهبی در آمریکا بسیار بسیار به اصطلاح پررنگ هستش، و از جمله بخشی از رهبران سیاسی اون کشور مانند ریاست جمهوری موقعی هم که میخوان به هر حال به رسمیت اعلام آغاز کار خودشون رو بکنن به کتاب مقدس خودشون یعنی انجیل عرضم حضور شما که سوگن یاد میکنن. خب ولی این حالت ها در فرانسه وجود ندارد. میدانم در مدل آمریکا به هر حال موقعی که دارن قانون تنظیم میکنن، موقعی که دارن برنامه های دولتی رو معین میکنن، به نام انجیل این کار رو نمیکنن، به نام کلیسا این کار رو نمیکنن، ولی به هر حال نزدیکی هایی وجود دارد که این نزدیکی ها در واقع عملا یک مقدار نسبت به مدل فرانسه فرق می کند. فرقش هم در این هستش که در مدل فرانسه لایسیته، امر لایسیته در واقع چیه؟ امر لایسیته به این ترتیب هست که عملا شما در واقع در مدل فرانسه هیچ گونه ارتباطی با عنوان پرسنل سیاسی با دین و مذهب ندارید. یعنی چی؟ نه اینکه به عنوان شخصی دین نداشته باشید، اکثر افرادی که در فرانسه هستن شخصیت‌های سیاسی دارای حتما دین و ایمانی هستند، ولی هیچ کسی دین خودشو به زبان نمی آورد و رئیس جمهور هم به نام انجیل قدرتشو تحویل نمی گیرد. ولی با توجه به مدلی که ما برای ایران مورد نظرمون هست، به نظر من خوبی که از نوع مدل چی فرانسه بیشتر استفاده بگیریم و از اون الهام ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه دین در جامعه ما بسیار نقش مخرب و همه جانبه داشته و ذهنها رو بسیار فلج کرده، و به شکل رادیکال ما باید این جداسازی رو انجام بدهیم، خودمون رو آماده بکنیم، فرهنگ خودمون رو آماده بکنیم، سیاست های سکولاریستی خودمون رو آماده بکنیم. برای چی؟ برای اینکه این امر یعنی دین از حکومت جدا باشد و پرسنل یا رهبران سیاسی خودشون رو آماده بکنند. خب ما میدونیم که اگر این آمادگی وجود نداشته باشد، اولا ما نمیتوانیم به طرف یک قدرت سیاسی لایک برویم. پس بنابراین به تمام کسانی که فعالیت سیاسی دارند به خصوص باید توجه بکنند که در این زمینه روشن و شفاف باید باشد. حال برخی ها هستند از میان افراد سیاسی اصلاح طلب، از جمله آقایی که در این روزهای اخیر برنامه های تلویزیونی شرکت می کند بانده که به نام آقای نصیری هستش. خب ایشون در اینجا اونجا چند مطلبی رو گفته که بسیار بسیار خطرناک است، از جمله اینکه
بله، به جایی که لایسیته و سکولاریزم رو به کار ببریم، بیاییم بگوییم عرفی، عرفیگری. نخیر، عرفی به معنای لایسیته نیست. عرفی یعنی اون چی که در سنت اجتماع وجود دارد، در سنت مناسبات در درون جامعه وجود دارد، در میان انسان ها وجود دارد. عرف جامعه هست که این کار یا اون کار رو بکند، عرف جامعه هست که مهمانی داشته باشد، عرف جامعه هست که مراسم در واقع عروسی اینطوری یا آنطوری باشد، عرف جامعه هست که در زمان مرگ فلان به اصطلاح تشریفات رو داشته باشد. یعنی عرف نزدیک می شود به چی؟ به همون رسوم رایج در یک جامعه. خب البته بودن افرادی که برای اینکه بگوین جامعه داره به اصطلاح از دین یه مقدار دور می شود، می گوین داره عرفی می شود. ولیکن یادمون باشه که اگر واژه مناسبی رو می خواهیم برای بیان این تحولات جدید در جامعه، واژه گیتی مداری هست. یعنی از خدا مداری، الله مداری جدا می شویم به طرف گیتی مداری، این جهانی، واقعیت های کنونی، زمینی، جامعه، گیتی مداری که معادل با چیز؟ معادل همون سکولاریزاسیون در جامعه در فرهنگ فرانسه هستش. سکولاریزاسیون گیتی مداری یعنی روند مدل شدن، روند اینکه انسان به طرف شهروندی می رود که انسان نقش در واقع مستقلانه و خودمختارانه ای رو ایفا می کند، که انسان از نظام حکومتی و تقدس خارج می شود که بگوید من هستم، و بنابراین چون بگوید من هستم در جامعه باید نقش داشته باشد، و این نقش یعنی نقش شهروندی، میره رأی میده، نقش خودش رو ایفا میکنه، و بنابراین از امت جدا شده، از خانواده به عنوان یک فرد مستقل جدا شده، از دین به عنوان یک فرد مستقل جدا شده، و غیر و غیره. گیتی مداری، گیتی مداری یک تفاوتی داره با لایسیته. لایسیته چیست؟ در این بستر گیتی مداری که بس فرض در فرانسه سه قرن طول کشید، ما میرسیم به قانون 1905 که تبدیل میشه به چی؟ قانون لایسیته. یعنی یک قانون به مجلس میده، در مجلس در واقع تعیین میکنن و رأی میدن که چی؟ که از این به بعد دیگر دولت باید از دین، اون زمان دین کاتولیک بود، جدا باشد، از دین به طور عموم جدا باشد و مدرسه باید جدا باشد. این است. عرف ایرو نمیگه. عرف هم که بسا عرف در این هستش که به عنوان نمونه قانون اساسی در زمان دوران پهلوی عرف این بوده که خب این قانون وجود دارد و در درون قانون هم نوشته شده که دین رسمی در این مملکت دین اسلام هستش، که دین رسمی مملکت هستش و شیعه، مذهب شیعه استعاشری هست و غیر و غیره. این هم جزء عرف. عرف الزاماً جداسازی نیست. حالا اینهایی که در واقع می آیند به این ترتیب زیرکانه دارن این کارها رو می کنن، ما باید مواظب باشیم. به چه ایراد می گیرید؟ می خواهید بگوید سکولاریسم و به فرض لایسیته واژه فارسی نیست؟ مگه عرف واژه فارسی است؟ میخواید بگید در سنت ایرانیان نبوده؟ بله، قانون هم در سنت ایرانیان نبوده، انقلاب مشروطه هم در سنت ایرانیان نبوده. خب بنابراین حالا ما میگوییم که واژه‌ای داریم به عنوان گیتی مداری، واژه فارسی است که باید بریم به طرف جداسازی. و لایسیته، واژه لایسیته رو به راحتی میتونیم بگیم که جدایی دین از قدرت سیاسی. حالا یک واژه رو نداشته باشیم که در خودش خلاصه کرده و اون هم واژه لایسیته، ادعی میتونن به کار ببرن یا نبرن،
اگر هم نمیخواهید به کار ببرید، بگویید جدایی دین از قدرت. خیلی ساده است، خیلی ساده است. بر ما میام اما تراشی میکنند و ماها رو میخوان در یک مجراهای عجیب و غریبی بکشانند که در این زمینه تزهای خودشون رو بیارند. این بیان عدم صداقت هست دوستان گرامی من، این بیان نظریات پنهانی و یا استراتژی پنهانی و در واقع که به افرادی اجازه میداد که به شکل خاموش، یعنی با چراغ خاموش حرکت بکنند. پس یادتون باشه همین افراد که به این ترتیب صحبت از عرف میکنند، از جمله گفته بودند در همین یکی از برنامه‌های اخیرشون که تحت عنوان یک مصاحبه بسیار بیمایه البته بود، بسیار اشتباهات بسیار عمیقی در ارتباط با اینکه میخواستن سکولاریزم رو تعریف بکنند و این حرفا، که من وارد نمیشم به خاطر اینکه ما درکمون چیز دیگری هستش و سطح بحثای ما نوعی دیگری هستش. و گفتن که بله در قوانین بعدی میتواند چی؟ میتواند فقه رو به کنار نگذاریم، یعنی قواعد ملهم از فقه شیعه باشد. عجب، اینایی که خودشون رو مدرن میگن باز هم همین فقه گندیده اسلامی رو میخواهن باز به ما تحمیل بکنن که فقه میتواند در چی؟ در مثلا قوانین آینده مملکت باشد. چرا؟ به خاطری که جمعیت ایران بیشترشون مسلمان هستن. یکی این که این حرف یک دروغه، امروز مسلمانان در ایران یک اقلیت رو تشکیل میدن بر اساس آمار و من این رو بارها توضیح دادم، و از سوی دیگر وقتی که گفته میشود که فقه شیعه یعنی دیکتاتوری نسبت به دیگر دینان، نسبت به ناباوران، نسبت به ندانمگراها، هنوزم که هنوزه بعد از 45 سال جنایت و خیانت و ظلمت میخوام به ما بگن که فقه هم بله فقه جعفری خوبه، میشه، با ایرادی ندارد، به خاطر اینکه مردم، یعنی به این ترتیب میگن که خب منبع پایه نباشد ولی قانون میتواند قانون متکی بر فقه شیعه باشد. یعنی چی؟ فقه شیعه ای که در ارتباط با ارث همون حرف محمد رو میگه، در ارتباط با زنها همون حرف قرآن و محمد رو میگه، در ارتباط با قصاص همون حرف اونها رو باز تکرار میکنه، پس بنابراین چه تفاوتی دارد؟ همون ادامه خط اسلام و قرآن هستش. که یادتون باشه عزیزان من، در این مورد معین به هیچ وجه در دام نیفتید. مسئله عرف برابر با گیتی مداری و یا لایسیته و یا جدایی دین از حکومت نیست، و دو اینکه فقه شیعه یک فقه گندیده ارتجایی هستش و انسانها میخواهند زندگی امروزشون رو تنظیم بکنن و برای تنظیم این زندگی عقل هست، تجربه کشورهای دیگر هست، و نه آنچه که به عنوان فقه میگویند تمام رساله ها و روایات کهنه و ارتجایی که باز به آخوندها اجازه بدهد که بر ما سوار بشوند. اگر فقه باشد بنابراین متخصص فقه هم باید باشه، و به اصطلاح متخصص فقه کیست؟ یک آخوند مرتجع. پس بنابراین قوانین آینده دوباره به آخوندهای مرتجع باید پیوند داشته باشد. افشا بکنید، خواهش میکنم. خب نکته دیگری که میخواستم در اینجا بگویم در ارتباط با دوستان که به این امر پیوند داره
و اون هم چیز وداعی با قرآن، خداحافظی کردن با قرآن، بدرود گفتن به اینکه ما دیگر تو را نمیخواهیم. ممکنه به من ایراد بگیرند و خورده بگیرند که این با واقعیت جامعه ارتباطی ندارد. شما مگر واقعیت جامعه رو میشناسید؟ من هم میشناسم. اگر میخواهید بگویید که واقعیت جامعه همه به این اعتقاد دارن که قرآن مقدس و باید بماند، شما در حال جهل هستید. اگر بگویید بخشی، بله بخشی منم قبول دارم، ولی بخش فزاینده هستش که از قرآن فاصله گرفته، نه به اون اعتقادی داره، نه به اون احترامی داره، و فکر میکنه که ماندگاری انسانها در درون قرآن جز بدبختی چیز دیگری نمیتواند داشته باشد. تمام مبارزات سالهای اخیر مگه به قرآن ارتباطی داشت؟ یا مگه مردم خواستار نگه داشتن قرآن بودند؟ بعد انقلاب 57، انقلاب شوم 57 خمینی، اون به اعتبار قرآن، به اعتبار علی و حسن و حسین و غیره بود. ولی تمام تمایلات امروزی جامعه به قرآن و اسلام ربطی ندارد. همه نه اینکه حالا اعلام رسمی بکنن که ما قرآن رو نمیخواهیم، موارد هم بوده البته، ولی که محتوای اگر این سیاست ها، محتوای جنبش ها رو شما مورد تحلیل قرار بدهید، هیچ کدوم خواهان قرآن نیستن. قرآن دیگه داره چی؟ بیش از پیش در ذهنیت جامعه حاشیه 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 ای می شود. در واقع جامعه داره به نقطه ای میرسه که واقعا میخواد نسبت به قرآن وداع بگه. حال ما میدونیم که اونایی که یه مقداری تمایلات دینی دارن، چه بسا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، ناراحت باشن، یا اون کسای دیگه که به اصطلاح مصلحت اندیش هستند و خودشونو چپ میدونند و خودشونو مسئول میدونن، نسبت به حرفای من چه بسا ناراحت باشن. اینا ناراحتی برای بردگی روانی ما طی 1400 سال ندارن، از این دارن ناراحت میشن که من چرا به قرآن دارم انتقاد میکنم و میگویم از این ببخشید از این ایدولوژی باید خارج شد. از این ناراحت میشن، از اون بردگی روانی 1400 سال ناراحت نمیشن. دوستان دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. و در میان اینها از جمله برخی چپهای خیلی ارتدوکس هستند و که بله مهمه، با دوباره یاد مبارزه ضد امپریالیستیشون افتادند و چون حالا میگویند که چون علیه حکومت باید باشد پس دینداران هم هستند. بله دینداران هستند، مسلمه که دینداران در این مبارزه شرکت خواهند کرد، مسلمه. ولی اگر این مبارزه و این دوران منجر به این بخواد بشه که ما در واقع خفه بشویم نسبت به یک ایدولوژی اهریمنی، نخیر، شما اشتباه کامل میفرمایید. اتحاد عمل ما ضد حکومت اسلامی هستش، ولی هر کسی هر چی که فکر میکنه باید بنویسد، باید بگوید، و من یک روشن فکر هستم، کسی نمیتواند جلوی من رو بگیرد، هرگز. دیگر به دستورهای شما من احتیاج ندارم، اطاعتی رو از من نخواهید دید. من یک فرد روشنفکر، آزاد اندیش و بنابراین آزاد هستم. اونهایی که دارن دفاع میکنن، اسلامگرایان، اونها ضد تحول جامعه هستن. اونهای سیاسیون یا روشنفکرانی که یا شبه روشنفکرانی که دارن جلوگیری میکنن از مبارزه فرهنگی و فلسفی و سیاسی علیه اسلام، اونها ادامه دهندگان راه بردگی اسلامی هستند. حال ممکن اسلام در قدرت نباشد، در ذهن یکیست، بردگی ناشی از اسلام. خود شما نگاه بکنید چرا باید وداع کرد؟ خیلی ساده است دوستان عزیز من.
ندا باید، ودا باید کرد، ببخشید، به خاطر اینکه این عرضم حضور شما که پدیده یعنی خود اسلام به جامعه ما هیچ خدمتی نکرده، هیچ خدمتی نکرده و پیوسته و پیوسته تمام اموری که به جامعه ما به دین اسلام برمیگردد جز ضربه به این جامعه چیز دیگری نبوده است. شما نگاه بکنید، برید در درون قرآن، بخشی مهمی از آیه های قرآنی درباره چیست؟ درباره کشتن آدم هاست. شما چگونه می توانید راحت باشید و این قرآنی که می گوید کافر رو بکش، مشرک رو بکش، منافق رو بکش، یهودی رو بکش، همینطور آرام باشید و بگی نه نمی شنویم، کرید، نمی بینید، چشم ندارید؟ در درون این کتاب آمده است، میگه بکش. و زمانی که این محتوا نه در راستای برابری انسان ها، نه در راستای محتوی مربوط به حقوق انسان ها و احترام به کرامت انسانی، نه خیر، بکش. کافران رو چه باید کرد؟ باید کشت. و به قول قرآن این کافران که ما بشارت می دهیم اونها نمیخوان قبول کنن، خب دلشون میخواد. اما کافران که همیشه باطل هستند، قرآن میگوید اونها رو باید از میان برداشت. این کافران باید مجازات بشن. این کافران در ارتباط با خواست الهی کسانی هستند که نمیفهمند، کور هستند و چه و چه، پس بنابراین از این رو باید چی؟ از این رو اونها همه دلهاشون و قلبهاشون بسته استش و هرگز هم هدایت به قول قرآن نمیشوند. پس بنابراین چه کار باید کرد؟ اونها باید به خاطر اعمالشون، یعنی همین که به قرآن اعتقاد ندارن، مجازات باید بشوند. عذابی هرچه سریعتر باید شامل اونها بشود. این قرآن چگونه الرحمن الرحیم این همه داره برای قتل انسانها تلاش میکنه؟ پس هنگامی که در ماهای حرام هستید و در اون ماها سپری میشود، تمام میشود، چه کار باید کرد؟ مشرکا رو چه کار باید بکنی؟ قرآن میگه در سوره توبه مشرکان را هر جا یافتید بکشید. نوشته، گفته بکشید، اسیر بگیرید، محاصره کنید اونها را، در کمین اونها بنشینید. اونها باید خود رو بنده شما بکنند. به شما زکات، یعنی باید پول بدهن، باید مالیات بدهن. پس به راحتی هم پولشون رو باید بگیرید، همین که هر وقتی که دلتون خواست به هر بهانه‌ای که خواستید اونها رو بکشید. این محبت قرآنی. ملت ایران برای چی به این قرآن چسبیده؟ ملت ایران خوشبختی خودش رو چگونه میتواند از درون این گفتارهای خشونت آمیز گیر بیاره؟ چرا خاموشید؟ چرا آشتی طلب با این
مفاهیم جنایی دارید. چرا؟ و سراسر قرآن چنین است: از اهل کتاب مانند یهودی و نصارا رو باید کشت تا اونایی که کافر هستند. این رو قرآن میگه. و جهاد بکنید، باید کفار رو بکشید، گردنشون رو بزنید. خب به این ترتیب دوستان گرامی من، خب روشنه جمهوری اسلامی همین کارها رو کرد. و چون همین کارها رو کرد، مردم اول گفتن که بله این کار زشته و ما دولت رو، حکومت رو قبول نداریم، ولی اسلام ما خوب است. ولی بعد در گام بعدی متوجه شدن که همین اسلام، همین قرآن دین حکومتی است. خامنه‌ای بیشترین خدمت رو به این اسلام کرده با این بودجه های کلان. و پس از اون افراد آگاه در داخل جامعه بیش از پیش متوجه شدن که نه، نه دولت، حکومت و نه خود اسلام، هر دو رو باید کنار گذاشت. حالا امروز میدونم که اکثریت بسیار بسیار بزرگی علیه حکومت جمهوری اسلامی هستن. در ارتباط با قرآن و دین، امروز کسانی که در ایران بر اساس آمار خودشون رو میگوین ما شیعه هستیم، چند درصد؟ 32%. 32%. اهل سنت چند درصد؟ 5%. پس اینها اقلیت هستن، اینها اقلیت هستن. باور نکنید، هر کسی که آمد بگوید که نخیر، نه بیشتر هستن، بگوید کدوم آمار؟ من برای شما آمار میدهم، بنویسید تا مجموعه، البته در برنامه های پیشی و در نوشته های خودم این رو گفتم، و اگر خواستید باز هم توضیح خواهم داد. منبع خواستید، من منبع دارم، ما منبع داریم. از جمله در همین کتاب آخر خودم نیز در این زمینه که انقلاب برای گسست، در ضمن در اینجا یک سلسله از منابع را آوردم. این کتاب توسط انتشارات فروغ در آلمان منتشر شده است، بخوانید و اونها رو پیدا خواهید کرد. ما بدون منبع حرف نمیزنیم. پس حرف من چیست؟ بدای با قرآن. اعلام بکنید، بگویید که از قرآن بیرون میایید. حالا کسانی که در ایران هستن به لحاظ خطرات مستقیمی که دارن، ولی در میان خانواده هاتون بگویید. حالا در خیابان ها نمیتوانید بگویید، مسلمه. به فرزندانتون بگویید و عملا بیرون بروید. و در خارج از کشور که هیچ گونه خطری شما رو تهدید نمی کند، اعلام بکنید، بگویید مرتب و مرتب و مرتب. من که در تمام برنامه های خودم به مرور و در این برنامه یا اون برنامه پیوسته اعلام کردم، به خاطر اینکه این رو به آگاهی اعلام میکنم. فرهنگ ما چیست؟ فرهنگ ما بریم در آیین‌های گذشته ایران نگاه بکنیم. بله، آیین مهر، مانی، آیین زرتشت. آیین زرتشت به عنوان یک فلسفه است. اینکه بعداً اومدن و زرتشتان در کتاب اوستا چیزهای گوناگون رو آوردند و بر اون گنجاندن، بحث من اینها نیست و به اینها به هیچ وجه تمایلی ندارم. اون بخشی که مربوط به خود زرتشت، یعنی گاتا، گاتا رو بخونید. اینها فرهنگ ماست، فردوسی فرهنگ ماست، خیام فرزند ما و فرهنگ ماست، مولوی فرهنگ ماست. و اینها در طول تاریخ ما فرهنگ تولید کردن و فرهنگ متنوع و
و به علاوه فرهنگ ما، من و شما امروزی چیست؟ آزادی، دموکراسی، آموختیم از این جهان. فیلسوفان فرانسه برای ما مکتبی برای آموزش بوده و هستند، مسلمه. نویسندگان برجسته جهان اینها در واقع راهنمای ما بوده و هستند و تجربه های انسانی در طول تاریخ معاصر از زمان انقلاب فرانسه تا به امروز همه و همه تجربه های زیبایی برای رفتن به دموکراسی هستش. عزیزم ما در خلأ نیستیم، یاد میگیریم، یاد گرفته ایم. از قرآن چه میخواهید؟ قرآن نفی ارزش های انسانی است. شما چه میخواهید؟ بله خودشون میگویند اکراه و اجبار در دین نیست، ولی در همین لحظه که این رو میگویند میگویند ولی راه صحیح از غلط روشن شده. کسی که طاغوت رو نپذیرد و به خدا ایمان بیاورد، یعنی به الله ایمان بیاورد، به دستاویز محکمی چسبیده که پاره شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی که بنابراین شما هیچ اکراهی نیست، ولی یادتون باشه راه روشنه. کدوم راه؟ راه الله. پس بالاخره این تناقض رو چیکار میخوام بکنن اینا؟ تازه ما میدونیم که بر اساس برخی تفسیرها این که گفتن اکراه و اجباری نیست متعلق به یک قومی بودن در اون زمان که اینها رو میخواست جذب خودش بکنه، یه مقدار فاصله رو میپذیرفته که به هر حال کاملا ممکنه محمدی نباشه و بنابراین اشاره میتواند به آن باشد و الا که و غیر از این در واقع جز تناقض چیز دیگری نمیتواند باشد. کسانی که میگوید، قرآن میگوید کسانی که از اسلام برگردند قابل قبول نیست. کسی که مرتد میشه چه باید کرد؟ باید اونو کشت. و قرآن بارها بارها میگوید هیچ چیز هیچ دینی دیگری غیر از اسلام از شما پذیرفته نمیشود. این در درون قرآن هست، یعنی استبداد. من نمیخوام، من میخوام آزاد باشم. این جهان امروز رو نگاه بکنید، انواع اقسام فیلسوفان گوناگون، متفکرین بزرگ در زمینه های گوناگون علمی، اینها رو باید چیز کرد فهمید. یک مشت آیه های متعلق به یک جامعه عقب افتاده پوسیده، جامعه عربی اون زمان، که این قرآن رو در واقع چه کسانی؟ خلفا نوشتن، کاتبان در خدمت خلفا اینها رو نوشته. شما مغز خودتون میخواهید به اینها بسپارید؟ وای بر شما. خب این هم نکاتی بود. بله و به قول یکی از آیه های قرآنی، آیه در سوره محمد، ما پیامبری نفرستادیم مگر به این مقصود که مردمان به امر خدا از او اطاعت کنند. و سپس میگوید
پس بکشید در راه خدا کسانی را که زندگی این دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. هر کس در این راه کشته شود زود باشد که او را اجری عظیم دهید. بکشید. به راحتی سر انسان ها را می برند. کاری که داعش کرد همینه. کاری که خمینی گفت افراد رو تیرباران بکنید همینه. کاری که محمد و علی کرد برای زدن گردنی که یهودیا بین 700 الی 900 نفر گردن اونها رو برید. شما میخواهید باز در اسلام باشید؟ بله. نکته دیگر میپردازه و اون نکته دیگر دانشگاه در آمریکا و ماجراهایی که تا این لحظه ادامه دارد. ببینید عزیزان، دانشگاه چیست؟ دانشگاه محلی برای آموختنه، برای اندیشه ورزی است، برای اینکه نسل‌های جدید بیاموزند و مدیران و مسئولین فردا باشند، برای اینکه بتوان پژوهش کرد، تحقیق کرد، تزهای برجسته درش منتشر کرد و راه پیشرفت علم و صنعت رو هموار کرد. دانشگاه یعنی این. دانشگاه هم آزادی فکر است، هم تولید افکار. جمهوری اسلامی از همون ابتدا علیه دانشگاه بود و گفت انقلاب اسلامی در درون دانشگاه، یعنی میخواست اون دانشگاه آکادمیک رو بکشد و فاشیسم اسلامی خودش رو در درون دانشگاه جاری سازد. خب ما میدانیم که به هر حال در کشورهای مختلف دانشگاه‌ها با کیفیت‌های گوناگون هستند، ولی آنکه که مورد بحث ما هستش این که از نظر آکادمیک ما باید همیشه معیارهای برجسته‌ای نسبت به دانشگاه داشته باشیم. دانشگاهی که من میرم به عنوان نمونه، کاری که میکنه مرتبا دارن همکاران تحقیق و پژوهش میکنن، مرتبا دارن به دانشجویان میآموزند رشته‌های علمی رو، رشته‌های علوم انسانی رو. به شکل پیوسته و پیوسته انسان‌های جدید دارای مدرک تربیت می‌شوند بر اساس فرهنگ. در این دانشگاه افکار مختلف نیز وجود دارد. کسانی دانشجویی هستند و همچنین استادانی هستند که تمایل به مارکسیسم دارند، تمایل به لیبرالیسم دارند، مدافع لایسیته هستند، مخالف لایسیته هستند، در ارتباط با جنگ جهانی نظر دارند، در ارتباط با تجاوز روسیه به اوکراین نظر دارند، در ارتباط با جنگ در خاورمیانه و غزه نظر دارند و تمام زمینه ها، تمام بحث ها وجود دارد. باید هم وجود داشته باشد. دانشجو یک نیروی بسیار فعال هست. البته متاسفانه در این دورهای سالهای اخیر توجه دانشجو به خوندن ضعیف شده. بیشتر در جستجوی این هستن که به هر حال، حالا در مورد فرانسه رو من دارم خدمتتون عرض میکنم، در جستجوی هستن که مدرکی بگیرن و بلافاصله وارد بازار کار بشن و درآمدهای خوب داشته باشن. و عرصه اندیشه‌گری براشون خیلی محدود میتواند مطرح باشد متاسفانه، و کتاب خوندن ضعیف شده. خب این ویژگی های انسان ها، استاد ها و ویژگی های خود دانشگاه به عنوان نهادهای
آموزش، نهادهای علمی و برابری تربیت نسل‌های جدید. حال در ارتباط با اخباری که ما در این روزهای اخیر میشنویم در ارتباط با دانشگاه در آمریکاست، میبینیم که اونجا تبدیل شده به یک در واقع میدان جدال، جدال‌های ایدئولوژیک، میدان تبلیغات، میدان گرایش های ایدئولوژیک شدیداً خطرناک، مانندی که مانند ووکیستا، اسلامگرایان، چپ پوبریستی، آنتی سمیتا، اونایی که یهود ستیز هستند، و غیره. یعنی تمام این جریاناتی که برشمردم به شکل فعالانه در درون دانشگاه‌های از آمریکا اومدن اردو زدن، پرچم‌های فلسطین رو بر دوش و سر می‌گذارند، جلوگیری می‌کنند از برخی از افراد یهودی. نقشه‌ای که نشون میدن نقشه‌ای هستش که از خاورمیانه، از بین رود اردن و تا مدیترانه فقط پرچم فلسطین روش هست، یعنی اسرائیل رو حذف کردن و یک فضای اسلامگرایی، یک فضای در واقع ووکیستی، یک فضای ضد یهودی رو دامن زدن. دانشگاه آزاده، ولی نه اینکه تبدیل بکنید، باریکاد بذارید، حیات رو اشغال بکنید، جلوی درس ها رو بگیرید، با حضور مزاحم خودتون در درون آمفی ها جمع بشوید. این نه، این برخلاف دانشگاه هستش، این برخلاف دانشگاه هستش. دانشگاه هم شادمانی و نوآوری و جدیت میخواد و همین که انسان ها بتوانن آزادن حرف خودشون بزنن، ولی دانشگاه میدان ایدولوژی و جنگ و جدال ایدولوژیکی نیست. دانشگاه محلی برای اسلامگرایی و تبلیغات اسلامگرایی نیست و در آمریکا چنین است. حتی رژیم منحوسی مانند جمهوری اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی در یکی از این کامپوس های دانشگاه آمریکا دیده شد، عکسش است. فیلم دیگه ای که خود جمهوری اسلامی پخش کرده که میاد در اونجا قضای نظری براشون میده، ولی سعی میکنه که چهره کسانی که دارن غذا رو پخش میکنن نشون نده. و همه اینها دارن چیکار میکنن؟ به اصطلاح میگوین صلح در اونجا و جنگ اسرائیل باید تمام بشود. نمیگن جنگ رو برای که تمام بشه حماس باید در زمین تمام بکنه، حماس باید اعلام بکنه که جنگ دیگر نمیخواهد. فقط یک طرف میدن، این که چه اسرائیل باید تمام بکنه. بله، من بارها گفتم و باز هم امشب تکرار میکنم، تمام قربانیان اهالی غزه که به دنبال ورود نیروهای نظامی اسرائیل در غزه کشته شدن محکوم باید بشود و اون طبق قواعد بین‌المللی باید بررسی بشه و شرایط مشخص رو معلوم بشه و جنایت های جنگی باید محکوم بشود، باید مسئولینش جواب بدن در دادگاه.
ولی یادمون باشه حمله حماس به اسرائیل و کشتن و شکنجه و زدن سر انسانها و سینه های زنها رو بریدن و شلی کردن به طرف سکس زنها و همه و همه که توسط حماس صورت گرفت، این سرآغاز این جنگ کنونی هستش. اون جنایت رو نمیشود فراموش کرد، ولی در تمام این مراسم توی دانشگاه یک بار هم راجب حماس و محکوم کردن حماس صحبت نیست. کسانی که به عنوان چپ میآیند و از خودشون احساسات و عواطف انسانی بروز میدهند و میگویند بله باید اسرائیل رو محکوم کرد و غیر و غیره، ولی راجب اون طرف بلافاصله هی از زیرش در میرن، اسلامیزم رو مورد حمله قرار نمیدهند و به علاوه فلسطین، فلسطین کیست؟ امروز کیست؟ پرچمی که میارن اونجا، یعنی روی نقشه قرار دادن که تمام بخش اسرائیل رو حصرش کردن و به علاوه امروز فلسطین کیست؟ حماسه. فلسطین کیست؟ عباسه. کدوم یکی از اینها برای بشریت و برای آزادی و دموکراسی و برای حقوق واقعی مردم فلسطین خوب هستش؟ هیچ کدوم. چگونه هستش که اینها تبلیغ علیه اسرائیل رو میکنن، از اون طرف سکوت میکنن؟ به خاطر اینکه اینها، این کسانی که اومدن و اشغال کردن، کسانی هستن که چی؟ کسانی هستن که در واقع خود اسلامگرا هستن، خود پوپولیستای چپ هستند، خود وکیستا هستند، خود آنتیسمیت ها هستند. بله ما میشناسیم. در فرانسه هم اقدام هایی شد، در سیانس پو اقدام هایی شد، در چند مرکز سیانس پو در کشور فرانسه، منتها خیلی محدود بود. تنها نیرویی که آمد که این آتش رو شعله ور بکنه جریان چپ افراطی ملانشون، یعنی فردی که به شدت در واقع افراطی، به شدت خطرناکه و یک فرد در واقع اقتدارگرای دیکتاتور هستش. و متحدین آقای ملانشون که در سالهای پیش با هم دیگه اقدام کردن برای انتخابات مجلس، همه اونها از اون دور شدن خوشبختانه. و توهمی که در بخشی از جامعه فرانسه و از جمله نسل جوان به وجود آورده بود با این انقلابیگریش، خوشبختانه بخشای بسیار گسترده‌ای از بین رفتن، یعنی اون رو ترک کردن. آقای ملانشون روی به اصطلاح نظرسنجی‌هاش در چند سال پیش به 16-17% رسید و امروز به 7% برای انتخابات مجلس اروپا. تمام شد. ذهنیت برخی بچه‌هایی که جوان بودن، انقلابی‌گری داشتن، میخواستن علیه همه چیز انقلاب بکنند و مشوقشون خود این فرد دیکتاتور بود، که فرد دیکتاتوری که شاوز براش مدل هستش، شاوز جنایتکار برای این فرد مدل هستش. میدیدم که برخی از دوستان ایرانی که در آمریکا هستند و خود چپ میدانند و این حرفا، روزی صحبت میکردیم با چند نفری بودیم اینا و دیدم که از شاوز چه حمایتی میکنه این فرد ایرانی، از شاوز جنایتکار که رفیقش احمدی نژاد هست، ببینید که چه حمایتی میکند. واقعا وحشتناکه. چگونه این مغزها قادر نیستن که مسائل رو بفهمند؟ ما قدرت تحلیلی باید داشته باشیم. هیجان ها، احساس های غیر معقول ما رو به خطا می کشاند.
حتی زمانی هم که عقل رو میخوام به کار ببریم، اون زمان هم باید خیلی دقت بکنیم. من که در فرانسه هستم، یکی از این جریان های سیاسی جنبشی که در این چند سال پیش اتفاق افتاد، جلیقه زرتا، از همان ابتدا تحلیل کردم که چرا این یک جریان ارتجایی هست. برخی از دوستان خیلی براش دست زدند و این حرفا، ولی من روی پای خودم بودم، به خاطر تحلیل داشتم و حق با من بود. آقای ملانشون از همان ابتدا تحلیلش کردم که این یک فرد پوپولیزم افراطی چپگرا هستش و بنابراین تمایلات تیرانی یا در واقع استبدادی در خودش وجود دارد و حق با من بود. حالا امروز کسانی هستند که در فرانسه کم و بیش با این فرد موندن و اونجایی که خود این جریان در واقع بیش از پیش منفرد شده در جامعه، در واقع سعی میکنه هر کجایی که یه چیزی هست وارد بشه، بگه من هستم و آشوب رو بیشتر بکنه. ولی به هر حال در فرانسه محدودتر این امر عملی شد. هنوز هستن البته اینجا و اونجا، ولی دولت فرانسه تصمیم گرفت هر جا که اینها، این دانشجویان به اصطلاح آشوبگر میخوان جلوی درس رو بگیرند و در ورودی ها رو بلوکه میکنند و راهروهای عمومی رو جلوش میگیره، همشون رو از در واقع چیز دانشگاه به طرف بیرون جهت بهشون بده و بنابراین قابل مقایسه نیست با آنچه که در آمریکا وجود دارد. و آمریکا هم امروز در واقع در این جدالی که وجود دارد هنوز بسیار خطرناکه، به خاطری که برخی دانشجوها در واقع تصمیم گرفتن که درس ها رو به شکل مجازی باشه و بنابراین به طور مستقیم در محل دانشگاه نباشه. این چرا؟ به خاطر اینکه این افرادی که وحشیگری میکنند، فشار تولید می کنند، جلوی اندیشه ورزی رو می گیرند، تحت عنوان هجوم ایدولوژیک آوردن و همچنین مواردی دیشی شده که جلوی یهودی ها رو می گیرند. یعنی همون مکانیسم هایی که البته به شکل خفیفتر در زمان هیتلر بود یا امروز در ایران ما در ارتباط با بهایی ها هستش، هر جا که بهایی رو میبرن باید به اون شلیک بکنن، همه چیزها رو باید در واقع از او دور بکنن. یعنی اینها رو، این بخش از شهروندان ایران رو از همه حقوق اولیهشون محروم بکنن. و این کارهایی که در محیط دانشگاه این انجام میدن که بگن که فلانی سیونیسته، جلوشو باید گرفت، تو فلان آنفی نباید بیاد، این چیز نجات پرستی است. دانشجوها در یک شرایط بحرانی در آمریکا قرار گرفتن و این شرایط بحرانی، من امیدوارم که نهادهای مسئول به شکل جانانه اقدام بکنن و این افراد را از صحنه دانشگاه باید به طرف بیرون هدایتشون کرد. محیط دانشگاه، بله محیط دانشگاه، این هم هیچ ارتباطی با دوران ویتنام ندارد. دوران ویتنام کشور آمریکا رفته و در اونجا بمباردمان داشت میکرد، با اونا گفته نه متوقف بکنید. حال اینکه ماجرای خاورمیانه، دولت، یک دولت اسرائیل، طرفش یک دولت دیگر حماس، دارن با هم جنگ میکنن، چه ربطی به دانشگاه داره؟ من باوری یک فرد دانشگاهی هرگز نمیتوانم چنین در واقع برخوردهای شدیداً انحرافی رو تحمل بکنم و تمام تلاش خودم رو کردم و خواهم کرد که با چنین پدیده هایی باید مبارزه کرد. اسلامی در درون دانشگاه یک سمه. البته انسان هایی هستن که اسلامیست هستن ولی در ذهنشون هست، به هر حال
ولی اینکه منجر بشه که اینا خیمه به پا بکنند و تبلیغات به پا بکنند و در واقع اون فضای دانشگاه رو کاملا ملتهب بکنند و اینها این گونه به اصطلاح مراسم رو باید جلوش گرفت. ولی کسانی که خود رو چپ میدونند و خودشون رو نمایندگان محرومین جهان تلقی میکنند و فریاد میزنند و آی جنایت ها رو ببینید و این حرفا، خب اینا اگر خیلی دلشون میسوزه برن در اسرائیل با نمایندگان اسرائیل صحبت بکنن، از اون طرف هم برن با حماسی ها صحبت بکنن تا اینکه احتمالا راهی رو گیر بیارن. وظیفه چی؟ دموکراسی نیست در اینجا که اشغال بشه دانشگاهش. و بسیار افرادی هم که در این حرکت های به اصطلاح چیز هستن، یکی گزارش میداد و از برخی از اینها صحبت میکرد، اساسا بسیاری از این دانشجویان بی سواد هستند، بسیاری از اونها هیچی نمیدانند، ابله هستن. میبخشید عزیزان من، به خاطر اینکه دیدم صحبتی که از هیچی نمیداند، فقط به خاطر این شور، فقط به خاطر اینکه اومده ظاهرا پارتی، به خاطر اینکه بیاد به اصطلاح چه میدونم اوضاع رو به هم بریزی، فقط به این خاطر اومده، چیزی در ذهن ندارن. ولی از ذره چپا، بله اینها انقلابیان، بله اینها آزادی میخوان، بله مگه در آمریکا مگه آزادی ممنوعه؟ آزادی، همه آزادی دارن، برن در خیابان ها، برن در مطبوعات مختلف بیان بکنن، نظر بدن، چرا دانشگاه رو خراب میکنند؟ این هم بحث دیگری که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم. خب حالا ریتم صحبتمون رو یک کمی دگرگون بکنم و یکی از مطالبی که واقعا مهمه برای کشور ما، ادبیات ما، شناختن بزرگان اندیشه و ادبیات ایران هست. ببینید دوستان، ما برخورد ایدولوژیک نباید داشته باشیم. خاطرم هست یکی از صحبتهایی که احمد شاملو که یک شاعر بزرگ بود در یک کنفرانسی که آمده بود در خارج از کشور و در شرکت کرده بود، حمله به فردوسی کرد که آره فردوسی به فرض پرولتاریا مورد توجهش نبوده و فلان. اینطوری نمیشه به ادبیات. اون بزرگ ادبیات معاصر و شعر معاصر بود، ولی این گفته او بسیار زشت و بسیار نابجا بود. شما ادبیات همه کشورهای جهان رو برید به اصطلاح مورد مطالعه قرار بدهید. ادبیات ادبیاته، ادبیات انعکاسی از یک دوره است، انعکاسی از یک به اصطلاح رازهای اون دوران هستش، فرهنگ اون دوران، تاریخ آن دوران. شما برابر این اون قدرت ادبی رو باید ببینید که چگونه یک فرهنگ سازی به وجود می آورد و در ضمن توضیح بدهید که فلان به فرض شعر حافظ چه ارتباطی با اون دنیای سیاسی و اجتماعی اون زمان داشته، خیام چه بوده است، مولوی در چه شرایطی بوده است. اینگونه باید تحقیق علمی صورت بگیرد. بزرگان ادبیات رو نمیشود بگیم که با معیارهای امروزی که به فرض آیا اینا طرفدار لایسیته بودن یا نبودن، آیا اینا طرفدار مثلا فلسفی کارماش بودن یا اینطوری، که نمیشه آخه قضاوت کرد. راسین فرانسه رو که نمیشه با معیارهای امروز مقایسه کرد. راسین یک فرد برجسته ادبیات فرانسه بود با نمایشنامه نویسیش و غیر و غیره، ولی نسبت به افکار امروزی بسیار چیز دیگری بود.
اگر اینطوری باشه که همه رو باید حذفش کنیم و فقط آدمایی که مانند شما فکر میکنن اونها رو مورد تایید قرار بدهیم، نه، فرهنگ جدای از اینکه من و شما امروزی چه بخواهیم در طول تاریخ کتابها نوشته شده، شاعرهای گوناگون، نویسنده های گوناگون تولید فکر کردن، تبیین کردن، تأثیر گذاشتن در روی جامعه، روی ادبیات دیگر، روی ادبیات و شعر کشورهای دیگر، و این تبدیل شده به یک تمدن گفتمانی، تبدیل شده به یک تمدن فکری. و بنابراین میبینید که ایران چقدر بزرگی در ارتباط با شعر کلاسیک ایران. هیچ کشوری به اندازه این کشور دارای این همه دیوان شعری، کتاب‌های شعری نیست. این خود یک برجستگی است، این خود یکی در واقع امر مربوط به اهمیت ادبیات و فرهنگ در اون کشور هستش. این قله ها رو باید در نظر گرفت. به این ترتیب ما باید آشنا بشویم. بله، گاه به گاهی یا به شکل مرتبتر ادبیات بزرگ ایران رو مانند خیام رو باید نگاه کرد و خوند، حافظ، سعدی، رودکی، مولوی و غیره. حال نکته دیگری که میخواستم در اینجا بگویم در همین زمینه، ببینید مثنوی مولانا در 6 کتاب هست. مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی که این 6 کتاب در 2 جلد در ایران منتشر شده است. و وقتی که شما میبینید که این شاعر بزرگ در اون شرایط پیچیده این همه کار کرده، یعنی مثنوی و دیوان شمس، غزلهای شمس، این همه کار کرده، این همه شعر گفته، و به این ترتیب وقتی که بهش توجه میکنیم میبینی که واقعا انسانهای بسیار بسیار قدرتمند و بسیار در واقع پر ابهتی بودند. زیرا شما نمیتوانید به راحتی یک کتاب شعر کوچک منتشر بکنید، حال آنکه یک کتاب عظیمی او به وجود آورده است. خب حالا با توجه به این، دوستان عزیزم، من میخواستم چند تا از شعرهای او رو در اینجا بخوانم. و اون چیز شعری که در دفتر اول مثنوی آمده است و شعر اول دفتر اول مثنوی هست. مولوی کار خودشو به نام الله شروع نمی کنه، به نام امامان شروع نمی کنه، به نام چی شروع می کنه؟ مثنوی کتاب راز هاست، کتاب اندیشه های درونی یک فرده یا اندیشه های عرفانی یک فرده. این رو بدون این که بخوایم ردش بکنیم باید بخوانیم، باید بشنویم، باید درکش بکنیم که این هم جزء هویت من و شما بوده است، هویت تاریخی من و شما. در زمین هویت تاریخی من و شما با مثنوی، با
فردوسی شاهنامش تعریف می شود. چرا فردوسی؟ چرا شاهنامه؟ حافظ کیست؟ چیست؟ چه میگوید؟ و مولوی به همین ترتیب. بنابراین او چه میگوید؟ بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها، بشنو این نی چون شکایت میکند، ببخشید، چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند. بشنو این نی، چرا نی رو باید بشنوی؟ ویژگی نی در چیست؟ ملودی و آهنگ نی رو چگونه بفهمیم؟ در دل خودش دارای سوز، دارای صدای دردناک، بازگو کننده رنج ها هستش. چرا باید به نی گوش کرد؟ نی وقتی که حرف میزنه داره شکایت میکنه، داره گله میکنه. او میگوید از نی به عنوان یک عنصر طبیعی، به عنوان یک سمبل جامعه انسانی، بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها. ما جدا شدیم. از چی جدا شدیم؟ از هم جدا شدیم؟ از نیستان جدا شدیم؟ از طبیعت جدا شدیم؟ از انسانهای دیگر جدا شدیم؟ از چه جدا شدیم؟ همین ها قابل تفسیره. چرا این حرف رو میزنه؟ بشنه این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. داستان جدایی های ماست، جامعه اون زمان و جامعه امروز. آیا ما هنوز جدا هستیم؟ آیا انسان تنهاست؟ ولی خب از نظر جامعه شناسی ما میگوییم که انسان بدون جامعه نمیتواند وجود داشته باشد، ولی در این حال فرد انسان ها ویژگی یک شخصیت منحصر به فرد هستند. نگاه شاعرانه او به این فرد داره نگاه میکنه، ولی میگوید این فرد هم متعلق به نیستان بوده، ولی از نیستان جدا شده، که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند. او از نیستان جدا شده، اون نی داره چه چیزی رو بیان میکنه؟ این جدایی رو داره بیان میکنه. و چون من مینوازم و چون من میخوانم و چون صدای نی هست، دیگران میشنوند و زن و مرد با صدای من ناله میکنند. خیلی زیباست. سینه خواهم که سینه ای میخوام، صدایی میخوام، قلبی میخوام که قطع قطع، لایه لایه، از چه چیزی صحبت کنم؟ از فراق، از جدایی ها. قدرتی به من بده که از جدایی ها صحبت کنم. تا برای چی؟ تا بگویم شرح درد اشتیاق. یعنی در اینجا نکته
مهمی که واقعا هست اینه که ببینید دوستان عزیز من، همین کسی که جدا افتاده در ضمن اشتیاق داره، تمایل داره به سوی دیگری میخواد بره، ولی ما در جستجوی این هستیم که کسی درد و غم ما رو بشنود. این تمایل که از دیگری میآید میتواند بیان این باشه که به نوعی به من امید میبنده یا من رو در مییابد تا من به این ترتیب از اشتیاق خودم بگویم. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اصل من و شما چیست؟ نگاه علم توضیح برجسته‌ای دارد. نگاه فلسفی چیست؟ من چیستم؟ کیستم؟ کارل مارکس تعریفی داره که همون تعریف سارت نیست. کامو نظری داره که همون نظر دکارت نیست. هر کدوم از اینها نگرش های گوناگونی به پدیده انسانی دارند. درست ما می توانیم از نظر پزشکی، از نظر قواعد طبیعی توضیح بدیم انسان چیست و در طول تاریخ و چگونه انسان ها از تیره های حیوانی در حدود 6 میلیون پیش جدا شدند. از کسانی که نسبت به ما نزدیک بودند، شامپانزه ها، خانواده میمون های قدیمی. ولی این مسیر رو من اومدم به امروز رسیدم. پس میتوانم یک خطی رو ترسیم بکنم و امروز در این جامعه، در جامعه ایران یا جامعه فرانسه هستم. ولی کماکان این سوال از نظر فلسفی پیش میاد: من کیستم؟ چیستم؟ همیشه این سوال فلسفی باقی میماند، زیرا انسان در دورهای مختلف زندگی خواهد کرد، با رازهای گوناگون و با ویژگیهای گوناگون هست. علم میآید توضیحهای گسترده‌ای رو برای او میآورد، ولیکن پایان پرسش‌ها نیست. به هر حال شاید یک تفهم باشه، شاید امروزی که برای ما ایرانی ها میگوییم که ما کیستیم. خب ما میگیم کیستیم، برخی ها میگوین ما مسلمانیم، برخی ها میگوین نه من مسلمان نیستم، ایرانی هم. برخی ها میگوین خب ایرانی هستی پس تو چه کسی هستی؟ تو میگویی که من در درون خودم که ایرانی هم در ضمن آیین مهر رو دارم، زرتشت رو دارم، رازی رو دارم، فرهنگ و نظام پادشاهی دوران کوروش رو دارم و لایه های از اسلام رو نیز در خودم دارم و لایه هایی از فرهنگ مدرنیته رو در خودم دارم. پس بنابراین تو کیستی؟ یک مبحث بزرگ هویت شناسی هستش. این جامعه شناسی است عزیز من، این روان شناسی تاریخی است، این رو نباید پس زد. ولی در ضمن اون زمانی که قابل انتقاد هست که فقط به گذشته و به خود بپردازی، به جهان نگاه نکنی، به پروژه ها نگاه نکنی، بله این ایراد دارد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. بله ما ایرانی ها 1400 سال پیش توسط اسلام ضربه خوردیم و در این دهه های اخیر ایرانیان دارن به خودشون برمیگردن و این رو مولوی گفته بود.
من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خیلی جالبه، یعنی همین مباحث امروز هم مطرح هستش دوستان عزیز من. آیا سوء تفاهم ها به کنار رفته؟ هر کسی از ظن خود شد یار من. امروز چه کسانی با چه کسانی نزدیک می شود؟ چه کسانی با چه کسانی نزدیکی سیاسی پیدا میکنن؟ از ظن خودش فکر میکنه که اون نزدیکترین نسبتی به اون یکی، ولی وقتی که در مناسبات تنگی قرار میگیرد متوجه میشود که نه، دوری ها هم زیاد هستش، دوری ها هم زیاد هست. بله، به این خاطر هستش که در اینجا این بخش از صحبت خودم را نگه میدارم. گاه به گاهی به ادبیات میپردازیم، ولی ببینید مفاهیمی که در مثنوی آمده است مبانی اساسی زندگی بشری از آن زمان تا امروز است و همچنین برای ما ایرانی ها. و این وقتی ادبیات بزرگ، یعنی این ادبیات بزرگ است و با به هم نزدیک می شویم. فکر میکنیم به هم نزدیکیم، ولی احساس میکنیم جاهایی خانایی نداریم، یا اوضاع میگرده، تاریخ میگرده، جوامع تغییر پیدا میکنن، ما دوباره از هم دور میشویم. زندگی انسانی همیشه همینطور است. پس بنابراین برای اینکه بهتر بتوانیم نزدیکتر باشیم، گفتمان داشته باشیم، هم رنگی ها رو بیش از پیش تقویت بکنیم. ولی به هر حال شما در جستجوی انسانهای ربات شده نباشید. انسان همیشه چنین هستش. پس این ادبیات به ما اجازه میده که راجع به انسان ایرانی و انسان به طور عموم باز بهش فکر بکنیم. بله. و این به این ترتیب هستش که در واقع چنین شاعرانی بزرگ و در ادبیات ما برجسته هستند. و این ادبیات فقط ادبیات ما نیست، ادبیات جهانی است. یعنی بشر چنین بزرگانی رو به وجود آورده است. حال آیا این شاعران افکار عقب مانده ای نداشتن؟ بله وجود داشته، مسلمه که وجود داشته. مگه ما همین در دوران معاصر افکار عقب مانده افراد مثلا ندارند؟ کسانی که هنوز اسلامگرا هستند، اینها در این امروز جهان ما مثلا عقب افتاده نیستند؟ کسانی که طرفدار وکیسم هستند عقب افتاده نیستند؟ کسانی که ضد دموکراسی هستند عقب افتاده نیستند؟ پس بنابراین ساده نیست. فلسفه زندگی کماکان مورد بحث ما هست. خب اینم از این. حال ببینید دوستان گرامی، بسیار از نکاتی رو که خواستم بگم، چند مطلب دیگه هست و این رو در ابتدای برنامه خدمتون اعلام کردم و این که گفتم که امشب یک برنامه مربوط به به اصطلاح جشنواره تئاتر در فرانسه و اهدای جایزه های تئاتر در فرانسه بود که فکر می‌کنم در این لحظه دیگه تموم شده و تئاترهای گوناگون، بازیگران گوناگون و همچنین کارگردانان گوناگون به هر حال مورد ستایش و تقدیر قرار می‌گیرن و جایزه هایی رو به اونها داده می‌شود. از جمله یکی از این تئاترهایی که تو دوره اخیر من رفتم دیدم، فکر میکنم در یکی از برنامه های خودم نیز اون رو اعلام کردم و اون تئاتر بود به نام 4211 کیلومتر. 4211 کیلومتر. خب 4211 کیلومتر یعنی کیلومتر نسبت به کجا؟
شاید نسبت به ایران دور شده. و این تئاتر که نامش چنین به اصطلاح هستش، 4211 کیلومتر، نویسنده این تئاتر و کارگردان این تئاتر یک ایرانی گرامی و عزیز، که از نسل‌های جدید هستش، نسل جدید ایرانیان، و اون هم خانم نویدی. خانم نویدی که کارگردان و در واقع نویسنده این تئاتر است. و شما وقتی که امیدوارم بتوانید روزی روزگار این تئاتر رو ببینید. بسیار زیبا. و ماجراش چیز در یک کلمه؟ ماجراش مربوط به چی؟ مربوط به نسل من نوعی هست یا نسل پدران خانم نویدی هست که از درون دوران شاه به نقطه انقلاب اسلامی میرسند و پس از اون با دوران انقلاب اسلامی و خود جمهوری اسلامی به هر حال در این دوران زندگیشون قرار گرفته و تمام اون ظرافت هایی که چگونه نسلی بریده می شود از اون زمان دوران پهلوی، فجایع ناشی از انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی، و چگونه جایگیری میخواد بکنه در این جامعه دیگر، و تمام کشمکش های فکری، روانی، خانوادگی که وجود دارد. و این تئاتر بسیار زنده، بسیار زیبا طراحی شد و اجرا می شود و در حال حاضر در نقاط مختلف در حال گردش هستش. ولی به هر حال از جمله تئاتر ایشون، این تئاتر، این پیس جزء تئاترهایی بود که امشب به عنوان تئاترهای خوب و برجسته مطرح شد که در اون گروه مربوط به تئاتر، برای اینکه تئاترها رو به نوعی به اصطلاح ویژگی ها جدا میکنند، ولی به هر حال جزء اون چهار گروه، چهار به اصطلاح تئاتر یا تئاتر یا چهار پیسی هستش که جزء بهترین ها بود. الان به من اطلاع دادن که یکی از بازیگران این تئاتر خانم اولیویا پاولو گراهام که یکی از بازیگران این تئاتر هست و همشون واقعا زیبا بازی میکنن، بسیار پرقدرت. البته همه اونها فرانسوی هستند، فرانسوی یا به هر حال با تبارهای گوناگون، فقط خانم نویدی هستش که ایرانی و ایرانی تبار و از پدر مادر ایرانی هستند. و این بیان چی؟ بیان موفقیت نسل جدید ایرانیان در کشورهای گوناگون جهان هستند، در عرصه‌های مختلف، علم، صنعت و همچنین ادبیات، تئاتر، سینما، موسیقی، به هر حال زنده باشد. نکات دیگری اگر به دستم رسید هفته دیگر با شما در میان میگذارم. این مربوط به این پیس زیبا، این تئاتر زیبا، و همون گونه که گفتم خانم به عنوان بهترین بازیگر زن، خانم که بنابراین بهترین بازیگر زن ریویلاسیون، یعنی کسانی که بار اول خودشون نشون میدن از درون این گروه مربوط به این پیس بود و به این ترتیب یک جایگاه ویژه داره و بنابراین ما خیلی طبیعی هستش که به این هم بپردازیم، به خاطر اینکه یه رابطی با خودمون ایران میبینیم. ولی به هر حال این نوع نمایش، نمایش امشب، نمایش برای جایزه ها برای کل فرانسه مطرح هستش. یک نکته دیگر رو هم بگویم قبل از اینکه به بحث های دیگر بپردازم، دو تا بحث دیگر بیشتر ندارم البته، و اون که و اینو به من اطلاع دادن که همون گونه که می‌دونیم در این هفته های اخیر، دوستان عزیز من، در این هفته های اخیر همه ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور به چه کسی دارن فکر می‌کنن؟ به توماچ
توماج عزیزمون، توماج نماینده ایران، توماج نماینده هنرمندان، توماج نماینده زندانیان سیاسی، توماج نماینده مقاومت، و جمهوری اسلامی میخواد او را بکشد. ولی همه جا سر صدا بلند شده است و از جمله در این مراسم الان به من اطلاع دادن که در این مراسم مولیر درباره توماج هم صحبت شد و یک که اینکه این هنرمند ایرانی به خاطر خواندن در کشورش داره محکوم به اعدام شده و ما در فرانسه این شانس را داریم که در دموکراسی زندگی بکنیم و از زندگی و دموکراسی حمایت بکنیم، حال آنکه چنین امری برای یک فرد هنرمند در ایران ما وجود ندارد. پس این رو هم در نظر داشته باشید. خیلی متشکرم برای دوستانی که به هر حال این خبر رو به من رساندن. خب حالا نکته دیگری که میخواستم بیان بکنم این بود که ببینید دو تا نکته رو، یکی در ارتباط با امر دموکراسی که شاید این رو حالا در یک فرصه دیگری بگم، به خاطر اینکه همین اصلاح طلبانی که میآیند و یا کسانی که در خارج هستن و کسانی که خود رو بخشی از به اصطلاح سلطنت مشروطه میدانند، طرفدار سلطنت میدانند، اینها اعلام میکنند که ما به دموکراسی فعلا اهمیت نمیخواهیم بدیم به خاطر اینکه اولویت کشور ما دموکراسی نیست. و دموکراسی در واقع چی؟ یعنی که در دستور اپوزیسیونی را نباید قرار بگیرد. و از جمله کسانی که این حرف رو زدن در چند ماه پیش اگر خاطرتون باشه به نظریات آقای امیر طاهری و آقای تقی‌زاده من برخورد کردم، انتقاد کردم، زیرا چنین حرفهایی رو زده بودن، گفته بودن که لایسیته و دموکراسی مزخرف است و من به این برخورد بسیار بسیار سبک این شخصیت ها پرداختم و نقد کردم. ولی به هر حال امروز کسانی که در جستجوی در واقع چه بسا اتحادی با سپاه پاسداران باشن، کسانی که با جناحی از اصلاح طلبان که خواهان دموکراسی نیستن، خواهان ادامه همین جمهوری اسلامی برای رفتن به جمهوری اسلامی شماره دو هستن، بنابراین اینها به فکر میکنن که میخوان با هم نزدیک بشن و میخواهن منافع اساسی ملت ما رو قربانی بکنن. پس ما باید کماکان کماکان در واقع ذهنی هوشیاری داشته باشیم. ما باید از دموکراسی حمایت بکنیم. دموکراسی این رونده امروز هم که بر سر کار بیاید قدرت جدید دموکراتیک، چه بسا کمبودهای گوناگونی وجود خواهد داشت در زمینه قانون، در زمینه اداری، در زمینه ارزم حضورتون که سازماندهی کشور ما میدانیم، ولی دموکراسی این رونده تناسب قوا هست، رفتن به پای صندوق هست، آزادی در گفتار، آزادی در انتخاب و خود این استقامه بیشتری میطلبد. این چگونه به وجود می آید؟ در یک مسیر در واقع اجتماعی، یک مسیر عملی به وجود می آید. شما فکر می کنید که تمام کشورهایی که دموکرات هستند و بر پای دموکراسی عمل می کنند این هم هستند؟ نخیر، حتی میزان دگره های یا گرایش های دموکراتیک هم در این کشور یا اون کشور به لحاظ محدودیت های قانونی که وجود دارد کم و زیاد می شود. بله مسلمه. به عنوان نمونه در فرانسه میزان انتقادی که شما می توانید نسبت به دین داشته باشید یکی از جایی هستش که بالاترین امتیاز و بالاترین قدرت رو دارید. حال آنکه بسیاری کشورهای دیگری که دموکرات هستند و بر پایه دموکراسی هستند قانون این اجازه رو به اونها نمیدهد که چی به عنوان نمونه به قرآن انتقاد کنید و به اسلام انتقاد بکنید. این درجه در واقع دموکراسی رو متفاوت میسازد. پس یک روند ما نمیهراسیم، ولی کسانی که از اول میگن دموکراسی رو به کنار بگذارید مطمئن باشید طرفدار استبداد هستند، مطمئن باشید در واقع در پشت این ماجرا توطئه‌ای بر سر کار هستش، این رو مطمئن باشید. و بالاخره
و بالاخره نکته رو که میخواستم در این لحظه با شما در میان بگذارم دوستان گرامی من، بله، و اون امروز چند ساعت پیش یکی از شخصیت های برجسته در واقع فرانسه، ببخشید، درگذشت. کسی که درگذشت، عرضم حضور شما که برنار پیوو. و برنار پیوو چه کسی بود؟ برنار پیوو شخصیتی بود که از دوران بسیار قدیم، یعنی از زبان پهلوی که من به عنوان نمونه اینجا برای درس آمده بودم، همیشه و همیشه پای برنامه های تلویزیونی او که برنامه های گوناگونی داشت افراد می نشستن تا اینکه ببینن که ادبیات و بزرگان اندیشه‌ای که او میخواهد معرفی بکند چیست. و این جالب بود به چه خاطر؟ به خاطر اینکه عملا شما میدیدی که میبخشید، بله، من خواستم یه نوشتی رو بیارم در اینجا، امیدوارم که بتوانم، بله بله، گیرش آوردم، میبخشید دوستان گرامی من. و اون هم در واقع نوشته ای در فیسبوک دوست عزیزم محمد جلالی، شاعر میم سحر، که درباره این مرد بزرگ نوشته. بنابراین برنار پیوو که امروز بعد از ظهر درگذشت، در واقع یک سهم بزرگی در احیای فرهنگ و تقویت ادبیات و نشان دادن فرهیختگان بزرگ عرصه اندیشه واقعا نقش برجسته‌ای داشت. و برای ما نوعی، یعنی ایرانیان و هر کشور دیگری، شخصیتی مانند او یک اصل اساسی هستش. یعنی چنین شخصیت‌هایی باید به وجود بیایند، چنین نخبگانی باید وجود داشته باشند تا اینکه یک فرهنگی گسترش پیدا بکند. بسیاری از شخصیت‌های در عرصه ادبیات و در عرصه فلسفه در چارچوب برنامه او معرف می شدند. من اولین باری که سولجنیتسین رو در واقع دیدم، در برنامه او دیدم که رفت در آمریکا با سولجنیتسین در اونجا چیکار کرد؟ مصاحبه کرد. از فیلسوفان گوناگون در برنامه او شرکت میکرد، از نویسندگان بزرگ فرانسوی و خارجی در برنامه او شرکت میکردند. بنابراین این دوست گرامی محمد جلالی چیمه میم سحر این یادداشت رو در فیسبوک خود گذاشته است. در گذشته یه مرد بزرگ، یادش خیلی عزیز است. برنامه تلویزیونی آپوستروف برنار پیوو که سالهای درازی در کانال دو تلویزیون فرانسه ادامه داشت و برای من یک دانشگاه بود. او نقش عظیمی در توسعه ادبیات و فرهنگ و زبان فرانسه ایفا کرد. همیشه یکی از آرزوهای من برای ایران این بود که ای کاش ایران هم یک برنار پیوو می داشت که می توانست آنگونه که او به ترویج کتاب و به شناساندن افکار و آثار نویسندگان جهان می پرداخت، چنین روشی را برای ایرانیان و برای رشد و اعتلاء زبان و فرهنگ ایران پیش می گرفت.
همیشه فکر میکردم که او این همه کتاب را چگونه میخواند، به خاطر اینکه برای هر برنامه تلویزیونی کتاب های جدید معرفی میشد و او با زبردستی و با مهارت بسیار بزرگی نویسندگان را به شکل بسیار حرفه‌ای و بسیار مهربانانه به چالش میکشید. بنابراین ادامه صحبت، همیشه فکر میکردم که او این همه کتاب را چگونه میخواند که این گونه مسلط درباره آنها با نویسندگانش مباحثه میکند. واقعا یکی از مردان بزرگ فرهنگ فرانسه است. امروز زبان فرانسه عزادار یکی از برجسته ترین خدمتگزاران خود است. او بیشترین بهره را از فرصتی که زندگی در اختیارش نهاده بود برد و بیشترین بهره را هم به جامعه خودش و هم به فرهنگ جهانی رسانید و هم کوچکترین ضرری به احدی از هم نوعانش نرسانید. کاش زندگی همه انسان ها از این نوع باشد. نوشته بود از دوست شاعر میم سحر و بله و کاملا این چنین بود زندگی این فرد. هر هفته ما برنامه داشتیم، راندوی داشتیم، قراری داشتیم با او و چه در برابر تلویزیون زانو می زدیم یا روی صندلی می نشستیم تا ببینیم برنار پیوی ما چه کسانی رو معرفی می کند، از چه کتاب هایی سخن می گوید. و در ضمن فردی بود که بسیار بسیار فوتبال رو دوست داشت و عاشق فوتبال بود. فردی بود که بسیار شناسایی بزرگی داشت نسبت به چین، نسبت به شراب و منطقه های مختلفی که شراب درست می کنند. فردی بود که در عرصه در واقع دیکته، یعنی مراسم بسیار گسترده‌ای رو او به پا کرد که به شکل عمومی با شرکت صدها نفر می آمدند و می نشستند تا دیکته برنار پیو رو گوش کنند و بنویسند در میدانهای بزرگ، سالن‌های بزرگ، و همه با اشتیاق این کار می کردن. و مردی بود که در ضمن کتاب می نوشت، مردی بود که در ضمن با برنامه های گوناگونش در رسانه های مختلف نقشه بسیار برجسته ای داشت و مردی بود که از محیط سیاسی خود نیز شناخت بسیار عمیقی داشت و مردی با خنده، مردی خوشرو، مردی که به کسی حمله نمی کرد، عاشق خواندن، عاشق ادبیات بود و مردی که با میهمانان خودش با بیشترین محبت و مهربانی رفتار می کرد. برنار پیو، اسم اون رو بنویسید، برنار یا برنارد پیو، و به طور حتم به انگلیسی نیز وجود دارد. من ندیدم ولی کم فکر میکنم در باره او در ضمن در فارسی نیست، ویکی‌پدیا احتمال قوی وجود دارد و برای فرانسه هم که به طور حتم. و از جمله عزیزانی که در فرانسه هستند، اگر چنانچه شما عزیزان او رو نمیشناسید، یک کمبود بزرگ دارید، حتما باید او را ببینید. میدونم که نسل های کمی قدیمی تر مانند من او را میشناسند و خوب هم میشناسند، ولی نسل های جدیدی که در این دوران اخیر آمدن، نه، اونها به احتمال قوی نمیشناسند. پس بنابراین سفارش من به همه ایرانیان در فرانسه، در ایران و در جهان این هست که برنار پیو رو برید و بشناسید، زیرا چنین شخصیت های لازم و ضروری برای تاریخ یک فرهنگ هستند، برای سربلندی یک کشور هستند و خدمتی که اونها کردند و یا می توانند انجام بدهند بزرگه. و اون یعنی چی؟ در یک امر خلاصه می شود: دوست داشتن دانش، دوست داشتن ادبیات،
دوست داشتن واژه ها، دوست داشتن گفتگو، دوست داشتن نویسنده، شاعر، فیلسوف، دانشمند، جامعه شناس، روانشناس و دوست داشتن زبان فرانسه. و به این ترتیب هستش که یک زبان مانند زبان فرانسه به اعتبار چنین کارهایی که از جمله او کرد حتما حتما گسترش بیشتری پیدا کرد. پس یادمون باشه یارانی که، دوستدارانی که به ادبیات و فرهنگ و زبان یک کشور کمک کردن، خدمت کردن، اونها دوستداران عمیق بشریت هستند. اونها یاران همیشگی انسانهایی هستند که برای فرهنگ و سربلندی انسان کار میکنند. با امید روزهای بهتر با شما و در کنار شما و برای آزادی ایران و سربلندی ملت عزیز ما، ملت ایران. سپاس.